این روزها برخی حرفها و استدلالها در رسانه‌های استعماری در بوق و کرنا دمیده میشن که با گزار مسالمت آمیز میشه حکومت جنایتکار خامنه‌ای رو کنار زد. در این گفتگو میخوایم به این بپردازیم که اصلا تعریف خشونت پرهیزی یعنی چی؟ خشونت پرهیزی از کجا ناشی میشه و تبلیغ این خط به جیب کی ریخته میشه؟ برای همین دعوت کردیم از دکتر صادق پشبروش تا به این سوالات پاسخ داده بشه. با درود به شما دکتر صادق عزیز و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بله، اجازه بدید منم سلام کنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی بکنم براتون در رزم مستمر با این نظام پلید. اما در پاسخ به سوالی که کردید و وارد شدن به موضوع خشونت، باید بگم به لحاظ واژه خشونت رو ما برای دعواهای شخصی و درگیری‌های فردی که بر سر مال و اموال و زمین و موارد دیگه ایجاد می‌شد ما در فرهنگمون به کار می‌بریم و در واقع وقتی که مشکلات مردم با شیوه‌های درست حل میشه اینا درگیر می‌شدن و همراه با درگیری فیزیکی، چاقوکشی و این واژه اینجا اطلاق میشد و همینطور اطلاق میشه به نظام‌های دیکتاتوری و جبار و زورگو که در واقع حاکمیتشون رو با خشونت و زور و اجبار بر مردم اعمال میکردن. اما تو ادبیات سیاسی و واژه‌نامه سیاسی ما هرگز واژه خشونت پریزی نداشتیم و نداریم و در واقع این واژه از طرف سیستم های ارتجایی و استعماری برای تخته کردن مبارزه مشروع آزادی خواهی و آزادی خواهی مردم وارد شده و ایجاد شده و به کار برده میشه و برای اینکه حق خواهی مردم رو مخدوش بکنن این واژه ها رو وارد میکنن که گویی این مردم به پا خواسته، ملت مظلوم باید به این صورت خاموش وارد بشن. اما اگر سوال کنید که چه کسانی مبلغ این خط هستن، باید گفت این دار و دسته شاه پرستان که به صراحه مبلغ این هستن و اینکه بگذارین این نظام خودش سرنگون میشه. این بچه شاه در یک مصاحبه به صراحه گفت که برای چی به میدون میاید تا ساچمه بخورید یا اینکه مورد حمله شیمیایی قرار بگیرید، به خانه هاتون برید. خب صدای شما رو شنیدن دیگه، تموم شد و الان سب پیشه کنید تا این نظام خودش به خودی خودش سرنگون میشه. خب این بنابراین میبینیم این یک مبلغ داره و در این شیوه اساساً مبارزه انقلابی برای سرنگونی مطرح نیست و در واقع فرصت میده، امکان میده به اون نظام دیکتاتوری که بتونه هرچه بیشتر در واقع سرکوب بکنه. این در واقع مش خواسته یا ناخواسته به عمر این نظامات اضافه میکنه. ولی در مقابل یک شیوه مبارزه وجود داره که این حرفو نمیزنه و حرفش اینه که باید به مقابله مشروع با این نظام پرداخت و این شیوه است که در واقع میتونه این نظام رو سرنگون کنه، وگرنه شیوه های دیگه و اون چیزی که مبلغانش همین سلطنت پرستان هستن راه به سرنگونی نمیبره و حتی شیوه های مشروع رو هم زیر علامت سوال میبره. بله دکتر صادق، خب در این میان سوال اینه که به کارگیری خط خشونت پرهیزی و تبلیغ این خط به سود چه کسی تمام میشه؟ بله، خب باید گفت که اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم این کسانی که این خط رو تبلیغ میکنن ته حرفشون اینه که همه قیام ها و همه در واقع انقلابات و کسانی که در تاریخ ما نگاه میکنیم از قیام تاریخ ساز امام حسین گرفته تا قیام مشروع مردم الجزایر تا در واقع
قیامی که مردم باب آخاسته ایران کردند و انقلابیونی که در سال 60 و پیش از اون در دهه 50 فدایان مجاهدین در مقابل این رژیم ایستادند و با خون خودشون راهی رو باز کردند، اینها در واقع این کارشون باطل بوده و این شیوه کارشون پوچ و بیفایده بوده و همینطور حرفشون اینه که این شهیدان شهیدان در واقع خشونت هستن و نباید وارد این خشونت می شدن و اینها در واقع به خاطر خشونتگرایی جانشون رو از دست دادن. خب می بینیم که در مقابل اون ما یک شیوه هست و اونم دفاع مشروعه و حرف اینا هم اینه که ما باید به سراغ شیوه های مدنی بریم و هر نوع حرکت بدون هزینه، هر نوع مدل هایی از حرکاتی که بسیار خوشایند نظام دیکتاتوری هست، از اعتصابات در واقع بدون هزینه مثل پیاده روی در خیابان ها یا در خانه ماندن روزهای تعطیل، اینها در واقع شیوه هایی هستن که الان اینا مبلغش هستن و بسیاری رسانه های استعماری هم در واقع که همسو با این جریان در واقع هست مبلغ همین شیوه است و کارهایی مثل چیدن مو یا رقص های محوه که میبینیم به وفور پخش میکنن در رسانه هاشون و در واقع فرا میخونن مردم رو به اون، اینها در واقع این شیوه ها چیزی نیست جز آب روی آتش قیام ریختن، مثل بختک و شتیه که به جان قیام و انقلاب مردم میفته و همینطور این حرکت خائنانه بود که قیام شهریور به بعد رو 6 ماه قیام رو به خاموشی کشوند و این شیوه هاست که در واقع امیدهای واهی رو ایجاد میکنه که گویی میشه به این صورت این نظام رو سرنگون کرد، در صورتی که میبینیم یک مش وجود داره، اونم مشی رادیکال کانونهای شورشی است که 14 هست با این رژیم در نبردن و تجربه شده که این رژیم به هیچ وجه با شیوه های بدون هزینه و بدون قیمت دادن سرنگون نخواهد شد و این حرف هم بسیار باطله که ما در مصاف با رژیم گویی که جانمون رو هدر میدیم، گویی 120 هزار شهید این 14 به خطا و به باطل شهید شدن. ته حرف این افراد، این جماعت، این جریانی که در واقع ضد قیام و ضد سرنگونیه همینه در واقع. بله، خب با توجه به نکاتی که گفتید، خب کسانی هم هستن که خط به اصطلاح خشونت پریزی رو رد میکنن، استدلال این افراد چی هستش؟ خب من توضیح رو در چند محور بدم. خب این کسانی که مبلغ خشونت پریزی هستن حرفشون اینه که نباید مردم دست به خشونت بزنن و در واقع اگر اینها دست به خشونت نزنن، این پاسداران، این جنایتکاران، این لباس شخصی ها هم در واقع جری نمیشن و وارد خشونت با مردم نمیشن و اگر ما به طور واقعی پیشینه این رو نگاه بکنیم، پیشینه همه حرکت‌های اعتراضی مردم رو نگاه کنیم، خب میبینیم در 30 خرداد که 500 هزار نفر مردم تهران به خیابون اومدن با دست خالی، ولی نظام پلید خمینی اونها رو به گلوله بست. سال 96 به همین صورت، سال 98 1500 نفر از مردم رو که اعتراض مشروع صنفی داشتن به خیابون اومدن، این نظام پلید به گلوله بست. اونها حرکتشون کاملا حق خواهانه و برای حقوق مشروع خودشون بود. قیام اخیر شهریور به بعد در 6 ماه قیام بیش از 750 نفر از مردم به شهادت رسیدن، اینا با دست خالی و فقط با دادن شعار به میدون اومدن. آیا این نظام به اینها جز گلوله پاسخ داد و آیا نظام به حقوق اینها پاسخ داد؟ میبینیم خیر.
و یا اگر مقاومت مردم فرانسه رو نگاه بکنیم یا ایتالیا در مقابل نازیسم، آیا اینها حرکتشون مشروع نبود؟ آیا غیر از این ستایش هیتلر و موسولینی مطرح نمیشد و گفته نمیشد که اینها به ستایش این دیکتاتورها برخواستن؟ بنابراین ما این دو حرکت رو میبینیم، حرکتی که باید در خانه ماند که در واقع حرکت نیست، سکونه، و ایستادن در خانه یعنی پاسخ ندادن به شرایط و زمینه‌ای که ایجاد شده، و یکی این که به عنوان یک نیروی انقلابی به مقابله با این دیکتاتور برخیزیم و اینکه فکر کنیم از درون این نظام روزی فرو خواهد پاشید، فکر کنیم که جناحی از این رژیم روزی بیرون خواهد آمد و این نظام رو سرنگون خواهد کرد، و فکر کنیم این رژیم به خودی خود فرو خواهد ریخت. اینها توهماتی است که این جریان شاه پرستان ایجاد کردند، و در صورتی که تجربه 14 به این پاسخ مثبت نمیده، و دیدیم که هر جا که ما با نیروی قهر وارد شدیم این رژیم قدمی و گامی حتی کوتاه به عقب نشسته، و ببینیم و حتی دیدیم که هر نوع شیوه بدون قیمت دادن فقط اضافه کردن به عمر نظامه، و به این صورت نیست که ما باید منتظر بمونیم و دست به دعا برداریم که این رژیم روزی سرنگون بشه. بنابراین خود نظری پردازان خود رژیم هم الان میگن که باید بعد از قیام 6 ماهه بعد از شهریور منتظر زلزله‌ای با ریشتر بالا و باید منتظر قیامی با فرکانس بالاتر بود، و این در تقدیره، و بدون شک مردم الان از این رژیم عبور کردهن و راه حلی بجز سرنگونی تام و تمام، اون هم با قهر، اون هم با نیروی رزمنده در صحنه نخواهد بود. ممنون از اینکه بحث رو باز کردید. اما به عنوان سوال آخر، نتیجه گیری شما از استدلال رد خشونت پرهیزی چیه دکتر؟ خب در واقع این بحث خشونت پرهیزی رو ما نباید فقط صرفا یک حرف ساده یا یک شعار بدونیم. این یک نماینده و یک سر داره، و در واقع حرفش اینه که باید مردم بیان و اونا رو به وکالت بپذیرن، و حرفش اینه که باید اونها رو این خط و این مش رو به عنوان شیوه معمول و رایج برای مقابله با این رژیم استفاده بکنن، و رسانه‌های استعماری هم در واقع شب و روز در همین میدمند و همین رو مبلغ همین هستند، و این خط و این مش تلاش میکنه که دولت‌های استعماری رو نظرشون رو به خودش جلب کنه، و هنوز که این رژیم سرنگون نشده میبینیم که خاک ایران رو حاتم بخشی میکنن، با وطن فروشی میخوان در واقع جاپا پیدا بکنن، و فرصت طلبانه میخوان برای آینده بعد از سرنگونی سهم خودشون رو از دولت‌های استعماری بگیرن. نتیجه این که اینها با گفتمان مشخص دنبال حفظ بقای رژیم هستن، و نقطه عزیمتشون هم همینه و چیزی دیگه نیست، و در واقع مشروع میکنن تجاوز به جوانان ما در زندان ها، مشروع میکنن سرکوب و کشتار جمعه خونین در بلوچستان رو، مشروع میکنن 750 شهیدی که ما در قیام اخیر دادیم، و مشروع میکنن کار جنایتکارانه سپاه رو، و نه تنها تلاش میکنن که کار اون رو مشروع بکنن، بلکه میگه باید با سپاه وارد مذاکره بشیم، باید اون رو جلبش کنیم، جذبش کنیم. اینها در واقع نظریه و تئوری این گروهی است که در واقع رو در روی قیام خونین مردم ایران ایستادن، و بنابراین میبینیم اگر این رژیم هر روز موج اعدام به راه میندازه و
اگر این رژیم در واقع برای بقای خودش کشتار میکنه، میبینیم یک نیروی مقاومتی هم هست که این خط رو به هیچ میگیره و جلو میره و پا میفشوره روی در واقع اصلی ترین شیوه حرکت و همون مقابله با این نظام پلید با شیوه قهر و رادیکال و اینکه با آتش بالا و سازمان یافته است که این نظام رو میشه سرنگون کرد. بله، ممنون دکتر عزیز از توضیحاتی که دادیم و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. خواهش میکنم، روز شما بخیر.